چیز که شما رودخونه رو دیدی؟ رودخونه رو ببین تیم بابا لاکش کن؟ آه لاکش کن؟ الزامن همه چی آن اخر اولش بده چرا؟ آیه خورده بیش بالا که گوشم بشه آیه خورده رودخونه رو ببین جون باب جون باب خودتو نچسبید این باعث واقعا سرفکندگی من تو اون صفحه اجتماعی هم که داریم زدیم همون لحظه که این ویدیو اومد گفتم لطفا اینو اشاعه ندید من اینو تا ابد براتون میفرستم نه مرسی چرا باعث سرفکندگیه برای اینکه میانگین شهر اصفهان این ویدیو رو قبول ندارن یعنی این نیست که میگن یه اگزاجره زشتی توشه میتونیم تو ورژن یوتیوب این گوشه بذاریم میتونیم این گوشه بذاریم بخ خیلی زشت اجرا کردن نچسب لیم هم هست لیم؟ لیمه آها لیم منظورته لیم و لاس لیم و لاس هست خب داشتیم ما الان برای کسایی که دارن میبینن یه بار دیدیم هنوز مشکل صدا داریم رفتیم برگشتیم میخواستی در مورد سریال صحبت کنی چه سریال داری میبینی؟ هندز مید تیل از کجا داری میبینی؟ الان دارم از کریو میبینم عالیه خب از کجا میدیدید؟ قبلا زرنگی میکردم دانلود میکردم من فقط چون درست میخواستم مطمئنشم به حافظم شک دارم کریو اونجایی نیستش که تو میگفتی کنسلش کنی سابسکریپشنشو میگفتم و هنوزم میگم ولی چون شما سه تا اصلا براتون مهم نیست که بیشترین پولی که دارین میدین 4 دلار فرقش نخریدم 4 دلار در ماه یعنی پول یه قهوه است خیلی خوب چون قهوه شما چه قهوه گرونی میخورید دیگه مجبورم از کریو ببینم دیگه ولی سریال خیلی باحالیه اسمش یه بار دیگه میگی The Handmaid's Tale اوکی و اون حسی که من دارم در حین دیدنش اینه که انگار مثلا خوبی. یکی گرفته منو از درون هیچ کاری هم نمیتونم بکنم باید این داستان سخت و مشقت بار رو ببینم و ببینم در فقط امیدوار باشم که اتفاق خوب در انتها میفته ببینید چند سیزن اومده سه سیزن اومده سیزن های 10 قسمته و هر قسمت هم نزدیک 1 ساعته بریم ببینیم پس و تم سریال هم تم سیاهیه یعنی تصویرهای سیاه و سرد و آبی رنگ هن. یعنی بدونید که من هم سریال مشابه دارم میبینم اونم اینجوریه چیه شما میبینی؟ دارک و من چند قسمت شو دیدم خیلی بچه افتادم به اون هم رو کریو نه؟ نه اون روی نتفلیکس اون روی نتفلیکس و اون مشکل دیگه هم با کریو اینه که انگار زدن فکر کنم کارمندای واتساپ کریو درست کردن خیلی بده اینقدر بد و نتونو مشکل چیزه مشکل اپلیکیشن تی وی شه مال روی چیز اپل تی وی خیلی خوبه رو گوشیش هم خیلی خوبه نه اپلیکیشن اپل تی وی شه حالا خیلی مهم نیست حالا این دارک هم چیزه این آلمانیه بعد آن زبان اصلی یعنی نه انگلیسی حرف میزنن یه وقتایی ولی آلمانیه مثلا زیرنویس دارن بعد اینم جالبه دیگه داره از این مفهوم صحبت میکنه که در واقع اون فضا و زمان چقدر میتونه به هم پیوسته باشه یعنی زمان خطی نیست میتونه مثلا برگرد و اینا و شما در یک آن که اینجایید ممکنه توی زمان دیگه بعد برید و دیگه اینجا نباشید جالبه اون چند تا سیزن اومده؟ نوه؟ یکی دو تا فکر کنم این اون نبود که پسر رفت تو یه تونلی اینو کجا دیدی؟ همون نتفلیکس آره آره این همونه ولی آره ادامه ندادم باحال بود ولی حسایی که فرهاد داره که نام یکی از درون بغلش کرده نمیذاره کارش کسی رو بغل نکرده آره اینا توصیف حسایی دیگه ای بود من اشتباه گفتی اینجا جاش نبوده دیشب هم آمدم ای تی رو ببینم فیلم ای تی معروف قدیمیه استیون اسپیلبرگ متاسفانه خوابم برد خستش پادکست نوشته بودم خسته بودم خسته نباشی آره. یعنی اونقدر گیرا نبود که خوابیدی؟ نیستیم. نه گیرا بود من خوابم برد. بعد بره سمت کارون یکم. خیلی من میبرمش سمت کارون نیم شما ادامه بدید صحبت. خواهی من بشم اونجا فیکس کنی؟ بعد شما خودتو نچسبون به ما. بیا حالا تو سمتی ما. اصفهانی باشو بمون اون بالا حالا حالا. دستم باید یه حالت نچسب بگیری حالا که. آره. نیست نمیدونم. من محال نمی کنم اصلا. ویدیو قشنگ نیست بعد بریم دیگه بریم بعضی شما فرزن سفر رفت صحبت کنم خوباش آقا این چیه خسته نشان گور عجیبیه بگو نه من سر جدید که نه ولی بالاخره آفیس رو تموم کرد آقا تبریک میگم دیدی آخری کنم آخری کنم زیباش زیبا بود تو هم دیدی یا میخوای ببینی یا چی داستان نه سیزن آخر من هنوز ندیدم آفیس خیلی داستانی نیست مهم نیست
آخه اتفاق باحال میفته تاش دیگه. من هفته من خیلی بد بوده اصلا، هفته استرس زو اصلا نمیدونم. آره سر کار یه مدت خوردیم خوابیدیم کارهای سنگین نکردیم، بعد خیلی الان دیگه بکوب، الان فقط خیلی سخت شده. هفته سیاهی داشتم. هفته بعدم قرار سخت باشه، یه سه هفته ای احتمالا قرار سخت باشه. فشار زیاد هست، فشار زیاد بد. سریال چی؟ ما هیچ چیزی اصلا به سریال نمیرسم. آره به سریال نمیرسم، دارم چیز میبینم. وارزون فقط دارم، آره فقط دارم بازی وارزون میبینم. نه جدی آنلاین تویچ ما میبینیم. آره چی؟ سیزن جدید دوست داری؟ جدیدم باحاله. آره میبینی خوبیش چیه؟ من چون حالا سعی میکنم آدم کامپتیتیو باشم، وقتی بازی بقیه رو میبینی همش دارن میبرن دیگه. آره احساس خوبی با آدم دستید. منم کامپتیتیو نیستم. اینم بگم، ما بفهم. تو هفته پیش و دو هفته پیش ایمان واقعا افتخار داد، چندین دست دوتایی با هم بازی کردیم و میزان بی احترامی که به هم میکردیم. ببین خیلی نمیدونم حواسشون کجاست موقعی که داریم بازی میکنیم. اگه اینو بفهمم خیلی بردم تو زندگیم. من سعیمو میکنم، یعنی اینکامپیتنت نیستم. That's not for you to say. بزن بریم. سلام، اینجا خودکست، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبانهای مریم برنامه. در کنار من کارون نشسته. سلام. فرهاد و فرزاد مامان. سلام. سلام. امروز اپیزود 235 ما دوباره برگشتیم با یک اپیزود دیگه و کارون میخواد در مورد چیزهای مختلف فرما صحبت بکنه. قبلش چیزی داریم که بخوایم اناونس بکنیم؟ گفتید در مورد رادیو جوان بگیم. بگو دیگه. چیزی که اپیزود اول فصل 1 فصل 6 هم گفتیم، ما قبلا اپیزودامون از رادیو جوان پخش میشد، ولی خب از رادیو جوان هم پخش میشد، ولی خب تصمیم گرفتیم که این رو ادامه ندیم و روی تمام پادگیرهای مختلف، سرویس های پادکستی، همه جا پخش میشه، از اپل، در واقع آیتیونز، اپل پادکست، اپل گوگل پلی پادکست، اینا اصلا اسمش نمیدونم، کست باکس، تلگرام هنوز میذاریم، اسپاتیفای. آره تمام اون سرویس هایی که میتونید گوش بدید هستن. و اینکه برای اینو گفتم بگید، چون چند نفر پرسیده بودن. حالا شما هم که گوش میدید از هر طریقی، از همین طریق ادامه بدید، ولی اگه دوستاتون بودن که گوش میدادن الان در جریان نیستن، بهشون بگید که چند نفر هم پرسیده بودن که کجا میشه گوش داد. ما توی اینستاگرامون یه دونه لینک داریم توی پیجمون، اگه رو اون بزنید تمام سرویس های مختلف رو ما اونجا گذاشتیم. من شخصا به خاطر که آیفون دارم و راحت‌تر از اپل پادکست گوش میدم، گفته بودم روژین مثلا میگه با کست باکس خیلی موافقه، شما دو نفر اسپاتیفای گوش میدین، تو هم اپل پادکستی فکر میکنم. آره به هر حال ببینید کجا براتون راحت‌تره و با چه سرویسی بیشتر حال میکنید. و اونا همیشه، اینم هم بگم، همیشه ساعت 6 و نیم عصر سه شنبه و پنج شنبه به وقت ایران منتشر میشه. 6 و نیم عصر دیگه از قبل اسکیجول شده است و بالا پایین هم نداره، مگر اینکه من سوتی بدم که احتمالش خیلی بالاست. که قشنگ. آره بریم سر اپیزود شما. بفرمایید. چون ببین گشنگیه داره میکشه بچه ها، هیچ کس نه نهار خورده نه صبحونه خورده. تو صبحونه خوردی، ماها بستیم اومدیم که اینجا. آره. بس صبحونه خورده دا نمیذاشم ضبط کنیم. دقیقاً گوشتم بشه اصلا. نیم روشو میخواست اینجا. کنترلی ندارم رو خودم. بگو. اول انگیزه رو بگم که چی شد این قسمت انتخاب کردم. ما سر کار اینجا، حالا بچه که این ور کار میکنن میدونن، یه سری شرکت ها شما هر از چنگایی باید یه سری ویدیو ببینی که مطمئن شی مثلا یه سری آداب و اصول رو بلدی. مثلا راجبه چون از سکشوال هراسمنت که سر کار مثلا با آدم های دیگه چجوری برخورد کنی، نمیدونم
برخورده، یعنی مبادی آداب باشی، ملت رو لاسکش نکنی مثلا، آره کاری نکنی که مثلا اذیت بشن. راجب درست نشستن، چجوری درست بشید و وسایل سر کارتون رو تنظیم کنید و اینا، کمرتون برای همین پاشا انداخته رو پاشا قبرم میومد اینجوری آداب نشستن. من که خیلی بد میشیدم سر کار. یه جاییش داشت راجب چی صحبت میکرد، راجب بایس یا در واقع اون سوگیری هایی که ما ممکنه داشته باشیم و بهش آگاه نباشیم، و حالا داشت میگفتش که شما یه مدیر مثلا دارید یکی رو استخدام میکنی، ممکنه حواست نباشه ولی تمایلت باشه به اون آدمی که مثلا ملیتش با تو یکیه، دانشگاهی که تو رفتی و رفته، یا حالا رشته تو رو خونه، از این داستانا. یه حرفی اونجا زد که خیلی توجه من به خودش جلب کرد به طرز عجیبی، و اون حرف چی بود؟ این بود که میگفتش که در هر ثانیه 11 میلیون بیت داده به مغز شما میرسه در هر ثانیه. 11 میلیون بیت بیت چیز دیگه باینری، یعنی 0 و 1. آره هر بیت میتونه دو حالت داشته باشه. میگه در هر ثانیه 11 میلیون تا از این بیت ها به مغز شما میرسه. اینجاش خیلی عجیب. فکر میکنید ما چقدر از این بیت ها رو داریم آگاهانه پردازش میکنیم؟ خیلی کم. من الان دژاوو شو حس می‌کنم تمام این حرفا رو من از قبلا زدم با شما. خیلی برام آشناست. روزی موضوع صحبت خیلی آشناست. منم نمی‌دونم، منم دژاوو شدم. در مورد بایس که زیاد. نه نه راجب این عدد 11 میلیون بیت تو اینو مو صحبت نکنم. فکر کنم یه بار صحبت. حالا برام فقط عجیبه حس می‌کنم من دارم تکرار. منم یه زنگی رو به صدا در میاره تو ذهنم. با نگاه جدید. اون از گشنگیه. اون زنگ گوشت. تعادلت از دست دادی. فکر کنم خیلی کم دیگه، حالا نمیدونم مثلا من بازم 10% مثلا. خب فرزاد مثلا که 3 تاش آن چه درصدشو آره چقدر از این 11 میلیون بیت ما آگاهانه پردازش می‌کنیم؟ 11 میلیون خب مثلا من که وجود 5% نه 5% 11 میلیون زیاد، فقط میخوام باور رو قوت کنم. آره. من فکر کنم 1% هم یه نیم بگو. آره 50 بیت، یعنی اصلا به در 1% که نمیرسید. 50 بیت تو کند ذهنی من خیلی بیشتر دارم پردازش کنم. خب خیلی وحشتناک، از 11 میلیون بیت داده که میرسه ما 50 بیتش رو داریم آگاهانه پردازش میکنیم، نه که بقیه‌اشو میریزیم دورا. یه سوال میتونم بپرسم؟ بله بفرمایید. این داده ها رو میشه مثلا مثال زد این که روشن الان هوا براتون میگم. ها پس میخوای بگی. خب آوردم. چرا این منو خیلی تحت تاثیر قرار داد؟ در شاخ در بودم داشتم اون ویدیو رو میدیدم، به خاطر اینکه حالا برای منی که در واقع فکر میکنم که ریشه های زندگی به پایه های منطق وصله، و در واقع این منطقی که میگیم چیه؟ پردازش خودآگاه اطلاعاته. خب یعنی برای من اینجوریه که خب اون بخش ناخودآگاه، حالا اون احساسات، اون چیزایی که میاد که خب اصل زندگی نباید باشه، برای من میگم و نمیگم واقعیت اینه، توی ذهن من. وقتی که این رو فهمیدم که اصلا ما همش ناخودآگاهیم، فقط 50 عدد بیت از اون 11 میلیون بیت شما داریم خودآگاه پردازش میکنیم، خیلی برام شوک آور بود. همون لحظه که این ویدیو رو داشتم میدیدم و اینا، تصمیم گرفتم قسمت دوم این سیزن رو راجع به این موضوع صحبت کنم. خب حالا قسمت سوم دیگه، قسمت دوم این سیزن، نه قسمت دوم خودم. آها براتو نداره، خوش فقط نگاهمون تیمی باشه نه شخصی. بعد حالا در جواب سوال فرهاد، این 11 میلیون بیت رو تقسیم بکنیم ببینیم از کجا میاد. 10 میلیونش بیناییه، 5 تا حس داریم دیگه. 10 میلیونش بیناییه، 1 میلیونش لامسه است. خب این شد 11 میلیون. آره بقیش خورده است دیگه، شنوایی 100,000 بیته دیگه، اینا خورده ریزه حدودی میگن 11 میلیون. بویایی 100,000 بیته، چشایی هم 1000 بیته. خب و اینا همه رو، این حواس مختلف، حواس پنجگانه، اینا رو همه رو میفرستن در هر ثانیه، این 11 میلیون بیت رو میفرستن به سمت مغز، و مغز ما شیشکی کشان فقط 50 تا بیت رو خودآگاه پردازش میکنه، یعنی من میدونم داره پردازش میشه. خب الان مثلا من دارم حرف میزنم، یه بخشی از صحبت من، حالا جلوتر میگم، فقط یه بخشی شو من خودآگاه دارم میگم، در واقع خود آگاهی دارم به گفتنش، یه سر صدای خودم برمیگرده تو گوش خودم، مثلا فرزاد داره دستشو میخارونه، الان من حواسم هست، همون لحظه ما ممکنه یه کاری بکنی که چشم من اون اطلاعات رو میگیره ولی من دیگه حواسم نیست، من آگاهی به پردازش اون اطلاعات ندارم. اون پرنده‌ای که
اون پشت داره پرواز میکنه، من ممکنه یه لحظه حواسم باشه، لحظه بعد حواسم نباشه، در صورتی که همچنان اطلاعات اون از طریق چشم من داره به مغز من میرسه و مغز من ممکنه یه سری در واقع واکنش ها به این قضیه نشون بده. و این خیلی برای من مفهوم جالبیه. قبلا هم یه بار من صحبتشو کرده بودم، مثلا میگفت توی یه جاده شما دارید میرید توی شب، خب یهو حس میکنی که الان باید فرمان ماشین رو بدی راست، اصلا هم نمیدونی چرا. میگه که ممکنه به خاطر این باشه که شما مثلا 300 متر که عقب‌تر بودید دیدید که ماشین جلویی به این ناحیه از جاده که رسید فرمانشو داد راست، به خاطر اینکه ممکنه مثلا یه چاله اونجا بوده باشه. مغز تو این رو دریافت کرد و ناخودآگاه ثبتش کرد، تو حواست نبود، ولی به اونجا که رسیدی مغز تو گفت بده راست مثلا که توی این چاله نرفتی و واقعا هم ممکنه اونجا چاله باشه. یا دیدی چه میدونم مثلا وارد یه محیطی میشی، وارد یه جمعی میشی، حس خوبی نداری، خب نمیدونیم چرا، اصلا ممکنه هیچ کس هم اونتو نشناسی، ولی حس خوبی نداری. چی میگن اینجا؟ یا وای به خوبی از اون وایب. آره این وایب ما خیلی عجیب داره، من اذیت میکنه، وایب هم میکنه، میگم مثلا وایب نکردم، وایب نمیکنم، فلش کردم، مثل گوگل شده دیگه وایب. آره بعد مثلا یه وایب خوبی از اون، یا حالا حس خوبی از اون جمع نه، این دلش اینه، ممکنه مغز شما در واقع این حس بد رو به واسطه پردازش یک سری اطلاعات که ماها بهش آگاه نیستیم ولی در دسترس ناخودآگاه مغز ماه، این حس رو برای شما ایجاد کرده. اینا دست به دست هم میده، میشه مثلا میگن انرژی این محیط خوب نیست مثلا. آره دیگه الفاظ مختلفی را جبش میکنم، خارجی بهش میگن، میگن که gut feeling، یعنی اون حسی که روده یش نه حالا چرا به روده میگن، ولی خب ما میگیم مثلا دل، میگن اون توی دلت دیگه دلت. حالا به روده gut منظورش همون چیزه. آره. هم ها احشام دله. آره مثلا دل... میگم بد دلم نسبت به یه چیزی، اینم همونه دله. آره اینجا میگم مثلا یه جا گات فیلینگتون یه چیزی رو میگه بهش گوش بدید، یا حس میکنید مثلا یه جای امن نیست یا یه اتفاق، که اپیزودم رفتیم این نمادش. آره آره خب ما حالا فارسی میگیم حس شیشم، یه وقتایی بهش که این حس شیشم در واقع اون قضیه سیمرغه میتونه باشه، مجموعی از پردازش 5 تا حس دیگه باشه که ما چون آگاهی نداشتیم بهش، ناخودآگاه ما اتفاق افتاده، مغز ما این رو به این شکل در اختیار ما گذاشته که ما بهش میگیم حس شیشم، ولی بالاخره یه جوری حس میکنیم که شما یه چیزی اینجا هست، یه چیز بده، یه چیز خوبه یا هر چیز دیگه. حالا این برای خود من کجاش خیلی ذهن من رو درگیر کرد، اینجاش آقا من کیم؟ این وسط که من کیم، اونی هم که اون 50 تا بیت رو پردازش میکنه، یا اونی که اون 11 میلیون بقیه رو داره پردازش میکنه که منم اصلا بهش آگاهی ندارم. خب یکم که بهش فکر کنید، در واقع اون هویت یا اون تصور و تجسمی که ما از خودمون داریم، اونا توی خودآگاه ما داره انجام میشه. بله. خب ولی این خودآگاه نسبتش به ناخودآگاه ما صفره. هیچه. و اینجاست که این سوال پیش میاد که من کیم، و در واقع اکثریت زمان و توان پردازشی مغز ما داره صرف پردازش اطلاعاتی میشه که در اختیار ناخودآگاه منه، در اختیار خودآگاه من در واقع نیستش، ما در جریان نیستیم. مثلا شما دارید کتاب میخونید، دارید دقیقا اون 50 تا بیت رو استفاده میکنید، مثلا چونم شما 300 تا کلمه میتونی توی یه دقیقه بخونی، 5 تا کلمه توی یه ثانیه بخونی، داری کل اون 50 تا بیت رو استفاده میکنی، داری ساز میزنی، داری کل 50 تا بیت رو استفاده میکنی، ولی در همون حین داری کتاب میخونی، فکرتو رندوم ترین فکر ممکنه رو میندازه جلو ذهنتو. بعد ما اینجوریم که خب از کجا این اتفاق افتاد؟ اینا همشون ناخودآگاه هست. حالا جلوتر یه تحقیقی انجام شده، بعد راجعش صحبت میکنم، خیلی قشنگتر از ایناست که من الان تا الان بهش اشاره کردم. بعد واسه همینه که میگن کارهایی که شما با تمرین به عادت تبدیلشون میکنید، اونا خیلی سریع انجام میشن و احتمالا خیلی با کیفیت. مثالش چیه؟ مثال مثلا اون تنیسور هست، میگن تنیسوری که حال ماسل مموری، آره تنیسوری که داره بازی میکنه خیلی متمرکز باشه، اصلا میگن توی یه فلوی قرار میگیره که دیگه اون فکر نمی کنه که الان مثلا من بیام ضربه دست راستم و اینجوری بزنم، مثلا بعد به این سمت حرکت کنم،
به صورت ناخودآگاه این کار براش انجام میشه. تو فوتبال بهش میگن دروازه‌بان سرپنجه، دروازه‌بانیه که میگن شنیدید میگن خیلی سریع عکس‌العمل نشون داد، رفلکشنش خیلی سریعه، مثلا یارو هدو زده تو اصلا توپو ندیدی دروازه‌بان داره میگیره. اینا پردازشیه که توی ناخودآگاهش انجام شده، اون بر اساس شرایط مغزش این تخمین رو زده که مثلا ضربه کرنری که زده میشه این هد قراره بره اون گوشه، اون اصلا از قبل داره میره اونور بدون اینکه آگاهی داشته باشه. خودآگاه خیلی مفهوم کندیه. من اگه بخوام به این فکر کنم که الان مثلا اینور برم یا اینور برم، توپ رفته تموم شده. اون ناخودآگاهشه که این حس رو براش ایجاد میکنه که تو باید این کارو بکنی. تمرین، برای همین هر انگلیسی میگن practice makes perfect، به خاطر اینکه تو یه چیزی که خیلی زیاد تمرین کنی اون میره تو ناخودآگاه تو. من قبلا فکر کنم مثالشو زدم، استاد مستر اینجای من داشت برای من تعریف میکرد، میگفت من انقدر در واقع دفاع دکتراشو تمرین کرده بود، میگوش که مثلا حفظ بوده، اصلا اونجا چشمم میبستم میتونستم بگم. منم دقیقا همین کارو کردم برای مثلا انقدر گفتم، من حالا استرس اینم داشتم که بالاخره زبون دومم سخته، اونجا اصلا از حفظ دیگه داشتم میگفتم، اصلا فکر نمیکردم که جمله بعدی چی، خودش میومد بعد جلو میرم. خیلی هم خوب بود چون ناخودآگاه، چون ناخودآگاه خیلی سریع توان پردازشی بالایی داره. دلیلش اینه، بخاطر اینکه ناخودآگاه به اون همه اطلاعات دسترسی داره، در صورتی که خودآگاه من یه مفهوم کندیه که به اطلاعات کمی دسترسی داره. حتی اینم هم همیشه نیست، یه وقتایی همچنان ناخودآگاه میتونه کندتر باشه. مثلا میگه که تو به یه چیز داغ دست میزنی، ناخودآگاه درجه دست تو رو میکشونه عقب، واکنش طبیعی بدنت. اگه قرار باشه تو بری اونجا فکر کنی که حالا من الان اینجا چیکار کنم، دست سوخته رفته. خب اینجا جاییه که ناخودآگاه باید سریع عمل کنه. ولی چون مثلا تو داری پازل حل میکنی دیگه، اون لحظه ناخودآگاه تو کار خاصی نمیتونه بکنه، تو اونجا واقعا باید از اون آگاهی خودت، از اون پردازش خودآگاه خودت استفاده کنی که بتونی اون پازل رو حل کنی. توی اون اپیزودی هم که با مینا داشتیم، مینا از این مفهوم به چه عنوانی یاد کرد؟ مسیر سفید و مسیر خاکستری. بله، مسیر سفید میگفت اون مسیریه که مغز شما به صورت موازی، مثل پردازش موازی کامپیوتر، داره یه عالمه اطلاعات رو موازی پردازش میکنه، خروجی رو در اختیارتون میذاره. ولی مسیر خاکستری اون در واقع پردازش خطی پشت سر همه، که اول اینو پردازش کنم بعد اینو پردازش کنم، اون میشه چیزی که ما ازش به عنوان خودآگاه یاد میکنیم. و خب حالا من کدومم؟ من اون یه ذره اطلاعاتی هم که خودآگاه میتونم پردازش کنم، یا اون یه عالمه چیزی هم که ناخودآگاه داره پردازش میکنه، ناخودآگاه هم داره پردازش میکنه، در لحظه من بهش خودآگاه دسترسی ندارم، ولی ممکنه یه جایی دسترسی داشته باشم. ممکنه من مثلا امشب میخوابم، تو خوابم یه چیزی رو میبینم که بر در واقع نتیجه پردازش اون همه اطلاعات ناخودآگاه باشه. خواب عجیب غریب هممون دیدیم که مثلا بیدار شد چی شد، اینا همه توی اون ناخودآگاهه. ناخودآگاه به هم ریخته ای دارم و خوابایی که من میبینم واقعا اسکار میگیره. یعنی اگر که مینوشتم بگو یه چند تا خوبشو بگو. نه جدید داری تو زهر؟ چند روز پیش داشتم یکیو بد میزدم. ببین میزدم آشنا؟ نه نه نمیدونم، هی هم میخواست بره، میگفتم نه بیا. خیلی سعی کرد فرار کنه، ولی تا صبح زدیم همو، تو صبح علل طلوع ما هم دیگه رو زدیم. ولی هر شب دارم دیگه، من هر شب خواب عجیب دارم. استرس زیاد دارید. خاطره جالبی هم داره. من یه مدت بود که هیچ خوابی نمیدیدم، بعد دوستان برام تعریف میکردن که آره مثلا ما فلان خواب دیدیم اینا، من تو بودم که خب من هیچ خواب نمیبینم خیلی بده و اینا، بعد واقعا دعا کردم که خواب ببینم. با دست خودت ببین. آره خودم میگن بی کرفو با چو بیش فور. من آرزو کردم که خواب ببینم و از اون موقع است فکر کنم الان یه 8 سالی هر شب خواب عجیب. خسته بلند میشم، خسته میشه این همه کتککاری. نه حالا این دفعه خدا رو شکر این دفعه ما داشتیم میزدیم، دفعه این چه داشتیم میخوردیم همه رو. شما زنبور اگه بیاری باسن شما رو بزنه دیگه اصلا از این خوابا نمیبینی. این چی بود قضیه شما گفتی؟ فرزاد نشون میداد کرونا رو میگن که آورده بودن تو تلویزیون، گفت که چند نفر کرونایی یا زنبور مدیریت کردن که بزنه به باسنشون رو زده. آره بعد طرف موجی هم میگه حتما با همونجا رو بزنه. بله حتما با باسن رو بزنه. حالا من باسنمو میذارم در اختیار زنبوره. نگفتن این چپ یا راست، این بعد چیز بود دیگه فکر کنم. بعد اون قضیه شطور بود،
سوریلند هم فکرم یه ویدیو ساخت برای این بله. نکنی این رو جمع کنی دست صدا و سیما. سوریلند خوابیده رو این ایده ها. دو صدا و سیما ایران واقعا جاش خرابه. چیزایی که توش داره پخش میشه خیلی افتضاحه. یعنی یه نفر بشینه اینا رو کامپایل کنه بذارم برای یه جا خیلی چیز عجیبی در میاد ازش. حرفایی که زده میشه تازه ببین ما نصفش رو نمی‌بینیم. یه دونه برنامه چهار کی می‌بینه؟ اتفاقا چهار از همش بهتر بود. یه دونه برنامه خوب داشتیم، برنامه عادل، اونم که کشیدن زیرش. واقعا عادل جات خالیه. خب آره اینم حالا ما از این بیت و این چیزا صحبت کردیم، اینا رو بگیم تقریبیه، چون نوروساینس به صورت دقیق نمیتونه توان پردازش مغز رو به عنوان بیت اندازه‌گیری کنه. بیت چیزی که از کامپیوتر ساینس اومده، ولی خب با یه سری تقریب به این اعداد میرسن. بله. ولی توی روانشناسی یه عدد جادویی هست بهش میگن هفته به علاوه منهای دو. خب بله. میگه که مغز شما یه بخشی هست به اسم ورکینگ مموری. خب بهش به عنوان شورت مموری هم ازش یاد میشه، ولی اینا دقیقا یکی نیستن. که میگه این ورکینگ مموری شما توانایی داره که 7 مفهوم رو توی مغزتون در لحظه نگه داره، 7 به اضافه منهای 2. یه از این بیشتر بالاتر نمیره. خب اینا حالا مربوطه به اون 50 تا بیتی که من میگم ما خودآگاه میتونیم. مطمئنم پایین تر میاد. بالاتر. آره. آره. بعد میگن که این ورکینگ مموری در واقع به شما کمک میکنه برای استدلال و فرآیند تصمیم گیری در لحظه. حالا ناخودآگاه که گفتیم به اطلاعات و دادهای خیلی بیشتری دسترسی داره که ما بهش آگاه نیستیم، از یه مفهومی یاد میکنم بهش میگن به عنوان جادوی ادراک. که میشه چی؟ میگه اون همه اطلاعات رو ناخودآگاه شما ممکنه پردازش کنه به عنوان چند تا فکر در اختیار شما بذاره که اون فکرها رو شما میتونی به زبان بیاری. یعنی مثلا چون فرهاد الان اینجا نشسته میبینه ایمان ماشو درست میکنه، ممکنه یه فکر خیلی تصادفی به ذهنش برسه که رسید اینو ناخودآگاه. چی بود؟ خب البته مربوط به حرفای تو، ولی نمیدونم چرا این کارو کرد. گوشش رو دیدم یاد نورولینک ایلان ماسک افتادم. چی هست اصلا؟ خب یه چیزی خیلی مریضی هستی تو. چیه نورولینک ایلان ماسک؟ یه چیز خفنی که قرار روز تولد منم رونمایی بشه. خیلی براش چیزم اکسایتدم. این میاد یه تراشه خیلی کوچیکو میذارن این پشت گوش و کسایی که حالا نابینا هن، کسایی که مشکل شنوایی، مشکل راه رفتن، این شروعش کلن، آره، یا کلن مشکل های انتقال داده و گرفتن موتور فانکشن یه قسمتیشه دارن. و مثلا منی که برای این خوشحالم واسهش اینه که کسایی که مشکل بینایی دارن بینایشون تو وارزون دیدم کامل مشکل بینایی تو. خب نه تنها بینایشون برمیگرده به حد نرمال، بلکه بهتر و بهتر از انسان میشه. یعنی بیشتر از حد معمولی، در حد حیوان دیگه. آره مثلا میتونی مثل عقاب، مثلا مثل عقاب ببینی، مثلا شنوای چندین برابر بیشتر میشه. میتونی نمیدونم نیاز داشته باشی به همچین چیزی. یعنی فکر کنم شنوایی اینجا بیشتر بشه خیلی بد میشه. چیزای عجیب میشنوی. هر از گاهی بنده خدا به همسایه بغلی ما یه سگ چه سرس کنم خرس داره، این هر از گاهی یه دونه اون سگ میزنه. چی میزنه؟ صدا هام پارس. خشون لفظ به کار نبرید. لفظ به کار نبرید. واق میزنه. آره. جدی نما بگیم. بعد میترسم فکر کن دیگه بلندتر بشه دیگه، ببین دیگه چیکار میکنه. حالا همین این چیزی که فرهاد آره. خیلی مثال جالبی بود. گوش ایمانو دید به یک دلیلی که خودش هم قطعا نمیدونه یاد اون چیزی افتاد که قدیما خودآگاه خونده بود. بله. خیلی جالبه دیگه. این بهش میگن جادوی ادراک. تمام اون موارد رو پردازش کرد، خروجی رو یهو در اختیار تو گذاشت بدون اینکه بفهمی چه اتفاقی میفته. این خروجی که در اختیار ما میذاره به چی بستگی داره؟ یعنی مثلا تو مثلا یه زیو نگاه میکنی همش فکرت جاهایی میری که نباید. خب میخوام بدم اون خروجیه مثلا قدرت پردازشه با تحت تاثیر چی قرار میگیری که اون ذهنیت رو به تو بده؟ نمیدونم جوابشون. اینا یه نوروساینتیست حرفه‌ای باید بگه، ولی خب اینا در واقع تحت تاثیر تمام گذشته توه و محیطی که توش بودی، در واقع در معرض چه اطلاعاتی بودی، اون شالوده در واقع اون اطلاعات میشه اون فکری که اون لحظه کثیف
میدونم داری بهش فکر میزنی در اختیار تو قرار گرفتی. همینا هم میخوام بدونم که مثلا خیلی گذشته بدی داشتی دیگه، مرخ سیاه بوده. آره چای نامناسب. من آدم واقعی بینم، نشستم اینجا تمام زندگی رو دارم میریزم تو کاسه. خب آره، حالا منی که اون خبر 50 به 11 میلیون شنیدم و شوک شدم، من خودم قبلا تاثیر این قضیه رو دیده بودم. من یادم دبیرستان که بودم، من تو خواب چندین بار مثلا مسئله ریاضی حل کردم. خب بعد یه وقتی که اصلا بالا میشدم شروع کردم صحبت کردن و با مثلا خانواده من نخندیدم که ریاضی حل کردی. من یه وقتی تو خواب من اصلا جای دیگه رفتم. بچه‌ها همسن کارو تو خواب جیش می‌کردن ریاضی حل می‌کردن. نه دبیرستان دبیرستان جیش می‌کرد. مثلا الان من یه وقتی کد تو خواب میبینم که باید چی کار کنم، یا ما اینا رو تو دستشویی ممونه حل میکنیم. یه سال باشه من خواب بیدار شدم فهمیدم که خب درسته، اون کدی که زدم به این دلیل درسته. ها پس یعنی بیدار میشی اون بات هست، یعنی یه لحظه مثلا بیدار میشم که برم خلا، بعد اون ذهن میاد که به این دلیل درسته. من اصلا بهش فکر نکردم، تو ناخودآگاه همین اتفاق افتاده. بعد کنار تختت هم چیز داری بنویسی؟ اصلا ایده کنار تخت هم چیزای دیگه دارم. بعد این داستان ناخودآگاه، مثلا شخصی دیگه بزنم، اینو نمیدونم این تایپ دهنگوشی اینا رو تست کردید یا نه؟ یه سری راه داره که بری مثلا دهنگوشی خیلی سریع اینا تایپ کنی، سرعتتو ببری بالا. من خاطره دارم یادم باشه بگم. خب بعد من که اینا رو داشتم انجام میدم، اینجوری بودم نشسته همینجوری تایپم خیلی حال کرده بودم، واه چقدر سریع داره مثلا تایپ میکنم، همرم درست. دقیقا اون لحظه ای که داشت شروع کردم به این فکر کردن که مثلا W کجاست Q کجاست، خراب شد، غلط کلوت تایپ کردم. اون ناخودآگاهه داشت کار خودش رو انجام میداد، من اصلا بدون اینکه بفهمم اینجوری داشت جلو میرفت. ولی میگم برای منی که حس میکنم خب دیگه همه چیز باید تحت کنترل باشه و همه چیز باید تو خودآگاه من باشه، اون لحظه ای که من شروع کردم به این فکر کنم که این کجاست، آب قد شد، افتضاح، غلط قلوت، بعد مگه درست میشه؟ یعنی. بگو حالا. ما موقعی که میخواستیم مهاجرت بکنیم به کانادا، خب یه سری ذهنیت اشتباه وجود داره که مثلا یه سری چیزها رو ما باید بلد باشیم. یکی از اونا آره تایپ دنگوشی بود که پدر من تصمیم گرفتن که کل خانواده رو تایپ دنگوشی رو کنم. خلاص اولش رفتیم کلاس و اینا با کل خانواده، یعنی من بودم و مثلا مادر و پدر و خواهر. آره بعد خلاص من از بچگی با کامپیوتر سر کار داشتم و تایپ و اینام خوب بود. من دو انگشتی تایپ می‌کردم. آره ببین من دو انگشتی از معلمی که ده انگشتی تایپ می‌کرد سر تایپ می‌کردم، در حدی که معلمی خب من دیگه نمی‌دونم چیکار کنم اینو، این دیگه آردی داره از ما مثلا سریع‌تر تایپ می‌کنه و دو انگشتی هم داره می‌زنه دیگه. فارسی بعد خلاص... انگلیسی نه نه انگلیسی تو. آره و خیلی جالب بود دیگه، این خاطره منه که معلمه گیواب کرد، گفتش که بیخیال شد نمیدونم حالا الان اون موقع، ولی جالب بود که معلمه گفتش این دو انگوشی داره اما سریعتر میزنه دیگه، برش کنید اینو بچه رو بزنیدم دو انگوشی. خوب دیگه بیخیال شده کف دو انگوشی. یه سری کلاس های دیگه هم رفتیم که توی چیز فکر خوبی کردم نه خیلی خوب، چون من اومدم اینجا تو دبیرستان رفتم یاد گرفتم. آخه کلاس من نرفتم. کی تایپ دنگوشتی؟ آره کیبوردی فکر کنم خیلی چیز مهمی نباشه اونقدر. بعضی جا به درد تایپ دنگوشتی قشنگ. الان ما بهش آگاه نیستیم، ولی وقتی کار میکنیم واقعا خب راحت کار میکنیم. بستگی به کارت داره، برای بعضی چیزا لازمه. آره. خب خوبیش اینه که نگاه لازم نیست بکنی اصلا مهم‌تر. آره. حالا اونش خیلی چیزه. من اونجا بود که فهمیدم اون دو تا بیل بلکی روی اون روی جی و اف جی و اف بهتر درد میخوره، بعد برای ایندکسه، برای انگشت اشاره است که بذاری روش. حالا برگردیم به اون سوال جون بابا. این تونیشن که تغییر کرد. آره برگردیم به اون سوال من کیم. بگو اون جمله که میخوای بگیری ما بگو. من کیم؟ نه نه من به آهنگ هیچ کس واقعا دارم گوش میدم. میگه که من توی ذهن کسی که رپ گوش نمیکنه من کیم. خب بگو. آره بعد ظاهرا ما بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم ناخودآگاه هستیم تا خودآگاه. بله یعنی اصلا اون چیزی که فکر میکنید شما نیستید. خبر اول اینو کی میگه؟ اینو یه مقاله توی ژورنال Behavioral and Brain Sciences چاپ شده توسط گروهی از دانشگاه سان فرانسیسکو استیت یونیورسیتی. خب یه مقاله چاپ کردن خیلی باحاله. یه تلاشی داشتن که جواب بدن که کانشسنس یا حالا آگاهی ما چیه. خب خیلی روک به شما میگن که
تقریبا هیچی نیست. خب با توجه به این عدد ارقامی که گفتیم تقریبا هیچی نیست. میگه ما هوشیارانه هیچ کدوم از فکرامونو به وجود نمیاریم. فرهاد گوش ایمانو دید، یاد چی چی ایلان ماسک افتاد، اینو هوشیارانه که به وجود نیاورد. هیچ وقت ما نمیفهمیم این فکر چجوری به ذهنمون میرسه. دقت کردید بهش حالا؟ هیچ وقت ما نمیفهمیم که یه فکری میاد تو ذهن ما. خودآگاه نیست که، من که نخواستم اون فکر بیاد، این از یه جایی داره میاد و این همون ناخودآگاه ماه. پس جواب چیه؟ کانشسنس یا آگاهی چیه؟ تقریبا هیچی نیست. هوشیارانه هیچ کدوم از فکرامون هم به وجود نمیاریم. و میگه در واقع ناخودآگاه هست که اونها رو به وجود میاره. بعد توی همین مقاله یه مفهومی رو معرفی میکنن به اسم پسیو فریم تیوری. خب چی میگه؟ میگه تقریبا تمام فعالیت‌های مغز در سطح ناخودآگاه انجام میشه بدون اطلاع ما. خب این گفتیم اشاره کردیم بهش. میگه وقتی که پردازش تموم میشه و یه تصمیمی باید گرفته بشه یا یه کار فیزیکی باید انجام بشه، همون یه دونه کار کوچیکو به ذهن خودآگاه واگذار میکنن. خب که اونم اون کارو انجام میده. بعد ما به خودمون هم میبالیم که همچین اصلا دیگه بابا من ما تحت خر و پاره کردیم مثلا. اینا همش ما تحت خر و پاره کردیم. آره نفس تو رو سینا گرافیک باشه همش ناخودآگاه میگه همه کارو میکنه، پردازش رو میکنه، تصمیم که باید گرفته بشه یا یه کار فیزیکی که باید انجام بشه رو در اختیار مغز خودآگاه شما قرار میدن. مثالی که میزنم بسیار مثال زیبایی، دعوت میکنم گوش کنید. یه مثال بزن برامون چون که دیگه داره میخوره. میگه که مثل یه سی ای او یا مدیر عامل نه چندان ماهره، همه کارو بقیه انجام میدن، کارمندای دیگه کارو انجام میدن، تهش به یه امضا که میرسه امضا رو میدن سی ای او انجام بده. بزنس. این میشه خودآگاه شما. اما میدونی که اون سی او در انتخاب کردن اون تیم موفق بوده. سی او موفق اونه که بتونه تیم خوب جمع کنه. شما آره تیم تو انتخاب کن. ولی تیم تو بالا میره اینطوری؟ نمیدونم. تیم ما بالاش کوش پایین بزرگ مثلث. بفرمایید. من جدی گفتم اما ولی خب حالا جواب تمسخر گرفتید. بعد موقع انتشار اون مقاله اینا گفتن که اطلاعاتی که ما در خودآگاهمون دریافت میکنیم هوشیارانه توسط ما به وجود نیومده. خودآگاه مثل یک واسط میمونه که نقش چندان مهمی هم نداره. الان وقت صحبت چیه؟ دوپامین. نه یکی دیگه. سراتونین. نه ملاتونین. هورمون نیست. برید اونور. استرچ. یکی دیگه. قضاوت. بگو تکامل. چجوری نمیدونید اینا؟ اصلا تعجب نمیکنید دیگه. دلیل تکاملی داره که چرا ما اینقدر خودآگاهمون کوچیکه، ناخودآگاهمون بسیار بزرگ. فقط ناخودآگاه کوچیکه. بگو. بله. فقط کاش کنسلمون نکنن بعد این اپیزود. میگه که دلیل عمیق تکاملی واسه این قضیه وجود داره. میگه انسان ها مثل حیوانات دوستان که با نهایت خساست کار کنن. خب میگه اگه ما ممکن بود کاملا قضیه رو بدیم دست عکس العمل و غریزه، این کارو میکردیم، اینجوری زندگی میکردیم مثل حیوانات دیگه، همه رو غریزه زندگی میکنن دیگه. من از پنجره خونمون نگاه میکنم، اینجا یه سری مرغ دریایی هست، تخم گذاری تخم میزنم مرغ دریایی. بله آره. بچه‌هاشون رو دیدم کوچیک بودن. خب اینا اولش به زور راه میرفتن. اون روز دیدم خودشون داشتن میدادن تو باد، دوتا بچه بودن، اصلا مامانشون هم نبودن. پرواز میکردن بالا رو وا میکردن بال میزدن. من چجوری بودم بابا چجوری تو فهمیدی بعد این کارو بکنی؟ خیلی مثلا تو یکی دو هفته از اون موجود ضعیف میرسه به اینجا که پرواز میکنه، پس بردن پرواز میکنه میره. غریزه است، روی عکس العمل غریزه حیوانات میتونن زندگی کنن. میگه اگه میشد ما انسان ها هم همینجوری کلن داستان رو میدادن دستمون غریزه. مثلا همون گفتم به یه چیز داغ که دست میزنیم غریزه است دیگه، تو دستتو میکشی نمیای فکر کنی قول من چی کار کنم. دیرت اون موقع آدم فکر کردن قبلش فکر میکنی بزنی دیگه، معمولا برعکس. خب آره توی تکامل که ما یه مقدار پیچیده تر شدیم، شروع کردیم مثلا حرف زدن، ابزار ساختیم، یه ذره مغزمون پیچیده تر شد، یکم مغز نیاز داشتیم که یه وقتایی بدن رو هدایت کنه یا یه سری تصمیمات ساده رو بگیره بین چند تا چیز. خب مثال جالبی میزنه، میگه که همین فرض کن شما میری زیر آب. خب تو باید نفس رو نگه داری زیر آب دیگه، آبشوش که نداریم. آبشوش داشته باشیم. آبشوش نداریم، میریم زیر آب نفسمون رو نگه میداریم. میگه ناخودآگاه ما که اون لحظه میخواد ما نفس بکشیم. خب
ولی ناخودآگاه ما همچنان میدونه که توی اون شرایط نفس کشیدن عواقب بدی داره، پس کنترل رو میده دست خودآگاه. تو خودآگاه اون لحظه نفس نمیکشی، میذاری اومدی نزدیک سطح آب مثلا شروع کنی نفس کشیدن، یا اگه یه ظرف خیلی داغی رو داری میبری بذاری رو میز دوست داری ولش کنی، ولی ناخودآگاهت میدونه اگه اونا ول کنی به کثافت کشیده میشه، پس یه ذره میده دست خودآگاه، کنترل رو میده دست خودآگاه. این همون جایی که یه ذره مغز نیاز داریم که یه ذره کنترل داشته باشه، یه تصمیمات ساده بین چند تا مفهوم رو بگیره. اون لحظه تو میگه آقا من یه ذره درد رو تحمل کنم، ظرفو بزنم رو میز، خونه تمیز بمونه. آها اینجاش خیلی جالبه، اینو احتمالاً همه ما هم بهش برخوردیم. میگه داره راجع به قدرت و خلاقیت ناخودآگاه صحبت میکنه، میگه شما بهترین سخنور و لفاظ دنیا هم که باشی، توی بهترین حالت به صورت خودآگاه فقط از چند تا کلمه آینده‌ای که میخوای بگی اطلاعات داری. اینو نمیدونم تا حالا بهش دقت کردی یا نه، من اینجا که حرف میزنم یه وقتی بهش فکر میکنم که من چه جوری همینجوری میشینم مثلا صحبت میکنم، در لحظه مغز من ممکنه دو تا سه تا کلمه آینده من رو بدونه. خب این خودآگاه هست دیگه، ولی خب این جمله ها میاد، ممکنه ما ساعت ها هم بشینیم با همدیگه صحبت کنیم، پس این پردازشی داره کجا انجام میشه؟ من که آگاه نیستم به این پردازش. جوابی خب یعنی چی؟ مگه تو میای مثلا حالا نه الان ولی میخوای حرف بزنی، خب کلیتش میدونی دیگه، کلیتو سری... میدونی آره، ولی تو کلماتو که نمیدونی. ها نمیدونی ها چه ساختاری میخوای تو الان داری حرف میزنی، تو دو تا کلمه جلوتر تو بهترین حالت میدونی، تو که مثلا احتمال نصفه مال تو فرهاد که معمولا جمله شده. یه اشتباهی که من میکردم اولایی که حالا میخواستم برم شغل پیدا کنم، اینا برام میرفتم مصاحبه، بعد استرس و اینا شروع میکردم مینوشتم مثلا و خواستم حفظ کنم جوابایی که میخوام بدم رو حفظ کنم، و دقیقا سر اون اینترویو اصلا میریزی به هم، چون ذهنت میخواد همون موقع اون حرف رو بزنه، ولی میخوای اون نایی که حفظ کردی کلا دیگه گذاشتم اون کار کنم. آره. ریختن به هم فقط تو خانواده ما از معده میریزه به هم، ریختن به هم نداریم. خب بعد خیلی جالب اینو چیز میکنه که همین قضیه که فقط چند تا کلمه رو آگاهی داری، میگه این دلیل اینه هم که آگاهی داری واسه اینه که صرفا تو اراده کنی ماهیچه‌های لبتو توی شرایطی قرار بدی که اون کلماتو ادا کنی، تنها دلیلش اینه، وگرنه اونم میذاش رو ناخودآگاهت به جلو. میگم دیگه، گفتش که ناخودآگاه همه کارو میکنه، فقط یه ذره مغز لازم بود، یه سری کار فیزیکی انجام بده و یه تصمیمات کوچیک بگیر. این کار فیزیکیه توی حرف زدن اینه که شما لبتو دیرین دیگه، اول اپیزود که من میخواستم بگم انقدر اون جمله رو گفته بودم، اومدم با ناخودآگاه بگم لب من نرسید. آره. ناخودآگاه هم واسه همین اشتباه شد. آره میگه تمام محتوای حرفای شما قبل از ادا شدن برای شما طبخ شده توسط ناخودآگاه. آره اینو من یه دور داشتم با بچه‌ها سر کار صحبت میکردم بهش اشاره کردم توی این جلسات و اینا، مثلا که میریم بالاخره یه وقتایی داری بحث میکنی راجع به یه موضوعی، داشتم میگفتم که بابا شما مثلا شدم اون خارجی که صحبت میکنه زبان مادرش انگلیسیه، اون تمام توان پردازشی مغزش اون 50 تا بیتش داره روی چیدن اون لاجیک حرفی که میخواد بزنه میره، بحث تکنیکالی که میکنه. برای من مهاجر چه جوریه؟ من حداقل 25 تا بیتشو باید بدم به این که خب گرامرم کجا درست باشه، چه لغتی انتخاب کنم، خودآگاه ناخودآگاه که نمیاد برای من حالا که زبان مادریم نیست انگلیسی. خب یعنی که توان پردازش مغز ما اونجا یه مقدار کم میشه، کمتر از اون آدمی میشه که میتونه ناخودآگاه حرف بزنه. الان من فارسی رو میتونم ناخودآگاه حرف بزنم، ولی حالا برای انگلیسی شما یه مقدار بالاخره دچار مشکل میشید، اونجا بازی ناعادلانه است. ولی توی حالا اون قضیه هم تمرین اگه زیاد انجام بشه ناخودآگاه حرف بزنه دیگه قضیه رو دست میگیره. پس میگن اگر میتونستیم از بیشتر مغزمون استفاده کنیم خیلی جلوتر میرفتیم. این درسته. پس انیشتین بود که بله 90 درصد بود. بعد همین دیگه. این آخرش هم بگم، این قضیه که میگن حالا روانشناسا خیلی اشاره میکنن که اون مثلا 4-5 سال اول زندگی انسان خیلی مهمه، بچه ایم اون موقع ما خودآگاه که خبر نداریم داره چی میشه، دلیلش همینه، به خاطر اینکه تمام مغز اون موقع شکل میگیره و به صورت ناخودآگاه اون محیطی که توش هستیم، اون اتفاقاتی که پیرامون ما اتفاق میفته، یا یه چیز دیگه مثلا شما ممکنه به یکی بگید آقا این محیطی که توشی خوب نیست، این دور و بریات خوب نیستن، جواب ممکنه بیاد نه من که مثل اونا نیستم، من فرق دارم، من مثل اونا نمیشم. نمیدونیم دیگه، میره تو ممکنه اون 50 تا بیتت فرق کنه، حواست باشه مثل اونا نشی، ولی ناخودآگاهت اصلا تو به یک آدم
دیگه تبدیل میشی، چرت مزخرف تبدیل میشی. آره شما که اون فکر را میاد به ذهنت، من میدونی که با شماها دارم، اطرافیانم شماها. 10 سال پیش که تو بازم بودی تو، من 10 سال پیش فقط لامنشور دانش بودم، یعنی خدا خانواده ما یه جوری منشور دانش بودم. شما که دبیرستان نرفت چی؟ منشور رو قایم نمی کردن؟ منشور دانش رو قایم کنن؟ آره یه جوابار منشور دانش جواب رو داشت. نه نه اینا می نوشتن از توش برای ما اصلا من نه منشور داره چیز دیگه بود، این فقط سوال بود. آها سوال، فقط سوال رو هم به حل می‌کردن. فکر کنم اون یکی بود که پاسخ نامه داشت، این که تو میگه احتمالاً نه نه مال من فقط، نه نه بعضیا بود که جواب سوالای توی کتاب درسی آره. توش بود. همون دیگه آره نه نه این فراد. این چیز اضافه بود اصلا آه. هیچ ربطی به کتاب همون برند بوده. آره خدا حالا شما این اپیزود گوشه قبل اینکه فرصت چون جالباشینو بگم منم یه سوال دارم. آره سوالتون، شما اگه جوابی داشتید و قبلا به این موضوع فکر کرده بودید که واقعا کی هستید با ما در میون بذارید. اینو فلاسفه از ازل می‌خواستن بهش جواب بدن، جوابی نبوده. الانم که آره تو پادکست می‌خوایم حلش کنیم. نه می‌خوایم نظرات بقیه رو بشنویم، ولی میگم برای خود منی که جور دیگه ای فکر می‌کردم خیلی جالب بود که خیلی تقریبا صفر خودآگاه ما، هیچی نیست. برای همین سخت بود برای این سوالو بپرسی چون خیلی خیلی اصلا من فشار اومد، یه دست اون اعداد ارقامو که دیدم به من فشار اومد، فشار اومد. الان برای منم این سوال مثلا پیش میاد که این همه که ما داریم از این ناخودآگاه تاثیر میگیریم و اینا، یعنی ما اگه بخوایم آدم بهتری بشیم مثلا یا بخوایم تغییر بکنیم، بعد بیایم مستقیم یا غیر مستقیم روی این ناخودآگاه کار بکنیم یا خودمون رو در معرض شما قبل خواب نوالی رو میذاری براتون تو ناخودآگاه بالشون. آره خب اونم بود مثلا آدم بهتری بشیم از روی چه نظر. نه دقیقاً همین آدم بهتری رو به قول حالا خارجی گذاشتمش تو این دوتا چیزا، این اونم راه فرار نیست، یعنی هر چیزی رو نمیتونیم بگیم تو کد بذاریم. شما دقیق توضیح بدی که مثلا من حس میکنم یه سری نقصانایی دارم، مثلا آدم دروغگویی ام، آدم قضاوت کنی ام، اینا مثلا اینا رو بخوام عوض بکنم باید بیام خودم رو مثلا در معرض سری داده های خوب مثلا اینا قرار بدم که ناخودآگاه من قوی بشه و بهتر بشه که ناخودآگاه بعدی سری دستورایی به من بده. یعنی منظورم اینه که ما بخوایم تغییرات اساسی تو زندگیمون ایجاد کنیم، تو روش بودنمون، روش انجام دادن کارامون، باید به ناخودآگاه برسیم، اونو یه جوری ساپورتش کنیم، توپولش کنیم یا نه. به این چیزی که میپرسید دو تا بود داره، یه بودش اصلا من نمیدونم. اون قضیه که با ناخودآگاه چیکار کنیم و من نمیدونم، اونو کسی که نوروساینس خونده و اطلاعات داره باید بگه. ولی یه بود دیگه هم این قضیه داره، توپول کردن الان برای زمان ناخودآگاه ما میگم یه سری فکرها رو به وجود میاره، تاش میخواد امضا کنه میده به سی ای اوه، اونجا وقتیه که ما باید اکت کنیم روش، وقتیه که باید یه کاری رو انجام بدیم. این یه مقدار برمیگرده به اپیزود قبلی که من راجبش صحبت کردم، اون موقع دیگه کنترل دست توه. خب ناخودآگاه تو مثلا اون لحظه میگه برو تجاوز کن، برو به هورمونات برس، فلان کن، اون موقع دیگه حالا من انسانی که توی قرن 21 دارم تو شهر زندگی میکنم باید ببینم خب مثل حیوان که نباید عمل کنم، اون لحظه کنترلش دست منه. هرچند ناخودآگاه من به هر دلیلی اون فکر رو اون لحظه توی ذهن من به وجود آورد که مثلا فلان کارو بکنم. این یه جوابی که میتونم بدم، ولی اینکه حالا ناخودآگاه رو چجوری میشه اصلاح کرد و ما خودمون در معرض چی قرار بدیم و من بحث دیگه راجعش ندارم. بسیار میخوای چند تا جواب بدی؟ من که صدا قورباغه دیگه اصلا فکر کنم گذشت دیگه از اون زمان. چی بودن رود کوچیکی رو کامنت هایی که اومده بود رو حالا پلتفرم های مختلف خوش آمد گفته بودن که یه قسمتش این بود که خیلی خوشحال بودن که ما برگشتیم با سیزن جدید و ابراز لطف کرده بودن. اسم سخته نمیدونم، ولی از تاپیک کارون اپیزود قبل تشکر کرده بودن، گفتن که تاپیک های کارون خیلی مفید و کارآمدن، به نظرم لازمه همچین چیزهایی گفته بشه. این راجع موضوع چیز بود در واقع حالا تجاوز و رضایت حالا جنسی داشتن به عمل جنسی داشتن. در مورد دنبلان کوهی هم که ایمان گفتن که یه نوع قارچه که تو مناطق جنوبی ایران مثل شیراز هست. بله درست اشاره کردن، با اون دنبلان محبوب و لذیذ ما که جون میده واسه بساط عرق خوری فرق داره.
خدا قسمت کنه. ترافل خودمون تو توییتر نوشته بودی. بله یه ترافل خودمونه دیگه. خارجی. یه بحث کارون بحث استاد دانشگاه رو کرد و اون تعرض و اینا و یکی نوشته تو اپیزود خیارشور گفته بود قضیه چیزو. آره اپیزود ما هم گفته خیارشور. آره دیگه اپیزود خیارشور خیلی عجیبه. یه تیشرت باید بزنیم خیارشور فرزاد. فرزادشو نزدیم. اخبار این هفته ای که بالا نمیدونم دوشنبه بود فکر کنم بیدار شدیم بیروت. بعد من رفتم توییتر فیلم رو دیدم، اون فیلم اصلیه که فکر کنم یه لحظه فکر کنم فیلمه. من فکر کردم فیلم سینمایی. من هر روز مطمئنم فیلم. بعد خیلی بد بود. خیلی یه چیز جالبی که خب ویدیو از زاویه های مختلف اومد بیرون دیگه. یه چیزی که من بهش دقت کردم این بود که مثلا ویدیو رو میگیرن مثلا حالا بستگی به اون مقدار ویدیو، ولی وقتی که اون اتفاق افتاد مثلا 3 ثانیه 2 ثانیه بعدش همه ویدیو همه دوربینا فرار. ببین ویدیوی تو اونو ببینی ناخودآگاهه. آره بگه ببین فرار برقرار یا فرار داره. یا افتاد خیلی سنگی اون آخه موج انفجار اصلا خیلی گیره اصلا ناخودآگاه احتمالاً این فرزن. فیلم عروسی ها رو دیدی؟ دو تا من دیدم که داشتن عکس و فیلم عروسی میگرفتن، عروس و دوماد نزدیک اون محل بودن. بعد خب فیلم بردار اون جای دیگه، بعد انفجار مثلا اتفاق بوده میافتن زمین یا حالا همه جا میشکن دوربین میره اونور. خیلی سرعال میگن. آره ولی وحشتناکترین چیزی که من دیدم این بودش که یه مغازه بود دوربین مداربسته مغازه گرفته و 3 نفر توی مغازه بودن، احتمالا صدای انفجار اولیه رو شنیدن. دوتاشون از مغازه میان بیرون، مغازه کامل درهای شیشه‌ای داشت، یکی میمونه تو. چند ثانیه بعد که اون انفجار اصلیه که اتفاق میفته، اینی که تو بود مثلا اومده بود اینور، شیشه های مغازه کامل خورد میشه و پرت بدنه. میشه به سمت این. نمیدونم چه بلایی سر این آدم اومده، ولی اون شیشه ها احتمالاً جراحت خیلی وحشتناکی. و خب کاشف عمل اومد که اونجا آمونیوم نایتریت بوده که میگن که برای ساخت کود استفاده میشه، ولی خب این چیزی که ما این چیزی که من دارم آره قرصاشو تو خود شیمیا نابی بوده. آره. اون الان داستانه مختلف راجعش اومده. آره دیگه کانسپیرسی تیوری در موردش زیاده کجا اومده. ولی یه کشتی روسی بوده که سال 2013 این توقیف شده و بارشو خالی کردن توی اون انبار گذاشته بودن. گفتن که 158 نفر کشته شدن، 20 21 نفر مفقود هستن، 6000 نفر مصدوم شد مجروح شدن و 300000 نفر هم خونه‌شون از دست دادن، بی خانمان شدن. چون من اتفاقا یه چند تا استوری دیدم از کسی که اونجا زندگی می‌کرد، مثلا آپارتمان داغون شده بود. آره عکس اون اینایی که هست اصلا آپارتمان‌ها تمام سیما ریخته بود از پنجره بیرون. حالا مثلا واقعا اتفاقی افتاده، مثلا توی جنگا می‌بینید خونه‌ها ویران میشن کامل، دقیقاً همینطوری شده بود. و حالا عکسای مختلفی که الان داره پخش میشه که اگر این انفجار مثلا توی فلان جا بود این تا کجا این شعاع انفجار میرفت، تا کجا حالا دیستراکشن یا خرابی عجیبی به بار می آورد، که اگه تو منکور بود همه خونه های هممون فکر کنم تا شما شاید نه ولی خب اصلا خیلی وحشت. من همون نقشه که ایما میگردیدم تازه به عمق فاجعه پی بردم که چه شعاعی واقعا. آره. چون این بزرگه. حالا من اخبار میخوندم و ویدیو میدم به یه بعد دیگه داستان فکر کردم، این بود که نمیدونم چرا ولی ذهنم مقایسه میکرد با اتفاق هواپیمایی که افتاد تو ایران و اون ریفلکشنش توی مدیا و اخبار و اینا و چقدر اون زیاد بود اون اتفاق و یکمی ناراحت کننده بود. خب به هر حال تو این بیروت هم این آدمای بیگناهی کشته شدن حالا به دلیلی. و اون دوباره یادم افتاد که خب بله تو اون هواپیما به خاطر اینکه خیلیشون کانادایی بودن، پاسپورت کانادا رو داشتن، خیلی بازتاب. نه شاید ما خیلی در موردش شنیدیم، شاید به خاطر اینکه ما ایرانی بودیم ما خیلی رفتیم دنبالش، ولی ببین ما تو اون هواپیما در مورد ایرانیای تو اون هواپیما که پاسپورت ایران داشتن نشنیدیم.
میدونی چی میگم مثلا، ولی در مورد کل اتفاق شنیدیم. الان من مطمئنم کسایی که لبنانی هستن خیلی در این مورد بیشتر از ماها میدونن دیگه، چون که اینم نقطه نظر طرف جالبی داره فرزاد میزنه. مثلا جاستین ترودو راجع به قضیه صحبت کردم، رئیس جمهور آلمان، خود وزیر اوکراین که قطعا صحبت کرد، کشور دیگه هم چیز کردن، ولی خب راجع به این قضیه نکردن به خاطر اینکه ماهیت قضیه هم فرق داره. اون یه موشکی شلیک شد یا هواپیمای افتاد، این یه خطای دیگه، یه جای دیگه بود، ولی کلا میفهمم منظورتو. اینو شما مقایسه کنید با حالا آتش سوزی که توی پاریس بود، توی کلیسای نوتردام و اینا بود، یا حالا هر اتفاقی که توی اروپا بیفته خیلی بازتاب زیادی داره. خود ما ایرانی ها خیلی ها اصلا پروفایل فیسبوکشون عوض میکنن، ولی برای بیروت تو خاورمیانه همچین اتفاق ممکنه نیفته. بیروت رو بهش میگن پاریس خاورمیانه، خیلی جای زیبایی. پایتخت یه سری حرکت قشنگ زدم، مثلا دیدم رو برج آزادی، تل آویو هم زد پایتخت چی برای بیروت، پرچم بیروت زد تل آویو زد. آره آره، فقط آخه مشکل اینه که لبنان با مشکل اقتصادی وحشتناکی داشت دست و پنجه نرم کرد، تورم زیاد داشت، البته به هست تورم ما نباشه، ولی اونا هم مشکل اقتصادی خیلی زیادی داشته. حالا این قضیه شرایط رو وخیم‌تر هم میکنه دیگه. من یاد چی انداخت؟ من یاد این سریال چرنوبیل انداخت، اون داکیومنتری سریزی که در مورد چرنوبیل ساخته بودن، خیلی شبیه بود. آره، و فکر کنم اگر واقعا این خدای نکرده یه مثلا چیز هسته‌ای بود، اون موقع بود که دیگه کل اون منطقه بعد از اونجا میرفتن. آره. چیز دیگه داری یا بریم برای اپیزود بعد؟ میتونیم بریم. آره. خیلی عالی. میخوای دکمه‌مونو بزن؟ خیلی عالی. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و میتونید ما رو به صورت تصویری از یوتیوب تماشا بکنید. ما میریم و پنجشنبه با یه اپیزود دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ. 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 خدافظ.